خب به طور کلی سیاست جهان در ارتباط با ایران هستش که گزینه و آلترناتیوی که به حال اپوزیسیون دموکراتیک ایران میتونه فراهم بکنه در سطح جهانی که بدونن که به غیر از سناریوی تهاجم به ایران راه کار دیگری هم هست، اون رو بیشتر توضیح بدیم و به شکل خصوص به خصوص در این روزهای اخیر توضیح بیشتری در ارتباط با تشکیل یک شورای ملی که بتونه عهده‌دار یک پلتفرم یک کمپین برای حق برگزاری انتخابات آزاد در ایران باشه هستش که بیشتر توضیح داده میشه، که اتفاقا یکی از دلایل سفر من این بار به انگلیس هست که به دعوت پارلمان انگلیس و کمیسیون ایران در واقع همراه با تعدادی از معرفین این شورا هستیم که این توضیحات دقیق‌تری رو بدیم به مقامات سیاسی این کشور. در مورد این شورای ملی بیشتر برای ما میگید که چی هست، قرار هست از چه گروه‌هایی تشکیل بشه؟ ببینید اصل این کار از زمانی در واقع نشأت گرفت که در ادامه و حفظ اون حرکتی که در واقع با شروع جنبش سبز آغاز شد، اما با توجه به اینکه می‌دونستیم که به زودی رژیم سعی خواهد کرد این حرکت رو سرکوب بکنه، رهبرانش رو در حبس بذاره و به هر حال به قول معروف مومنتوم برای اینکه از بین نره و در یک خواست خیلی عمیق‌تر جامعه برای اینکه نهایتاً بشه به دموکراسی رسید، مسئله که البته سالها مطرح بود که یک نوع تشکلی در خارج از مملکت بتونه معرف این خواست عمومی جامعه باشه به وجود بیاد، این صحبت‌ها آغاز شد که حدود یک سال و نیم هستش که رو مسئله به شکل اخص خود من از نزدیک با دیگر همیانان هم کار کردیم و اساس فراخوانی رو تهیه کردیم که ابتدا در داخل خود کشور تهیه شد با بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی مطرح شد و تعیین شد و با پیشنهادات و نظرات بسیاری از جریانات مختلف به هر حال یک سری پایه‌های فکری و اصول به اصطلاح باورهای مشترک تدوین شد و این فراخوان به این مبنا داده شد که در جهت رسیدن به این خواست‌ها لزوم به تشکیل یک مجموعه است که بتونه عهده‌دار این کمپین بشه که در واقع میشن استیتمنت این شورا هستش. گروه های مختلف به هر حال برخورد ما برخورد به قول معروف اوپن دور پالیسی هستش، یعنی هر نیروی هر موقعی میتونن به این مسئله ملحق بشن، کافی است که به این باورهای مشترک اعتقاد داشته باشن، میتونن امضا کننده این فراخوان باشن و نمایندگی خودشون رو داشته باشن در این شورا. اما هدف محور این شورا تنها یه چیزه و اونم هدایت یک کمپینی است تا برسیم به اون روزی که در ایران بتوان انتخابات آزاد برگزار کرد. این سناریویی است که از نظر درونی مواجه با این خواهد شد که چه نوع کمپین سیاسی رو بشه راه انداخت در جایی که اعتقاد داریم که رژیم به هر حال داوطلبانه صحنه قدرت رو ترک نخواهد کرد، چون اگه میکرد خب همین مرزو می‌رفتیم در داخل ایران. بنابراین منظورتون این انتخابات پیشرو نیست، منظور یک انتخابات آزادی است در آینده‌ای که روشن هم نیست کی باشه. تعریف انتخابات آزاد و شرایطش رو کمیسیون بین‌المللی جهانی به حال تعریف کرده که چه شرایطی باید در مملکت باشه که در واقع بشه انتخابات آزاد برگزار کرد، که هیچ کدوم از اون شرایط لازم رو جمهوری اسلامی فراهم نمی‌کنه و تن بهش نمیده. در این صورت هر نوع انتخاباتی در قالب این نظام بی‌معناست، لااقل در جهتی که بخوایم به این نتیجه دموکراتیک برسیم. بنابراین حرفی که به جهان می‌خوایم بزنیم این هستش که بهترین گزینه‌ای که می‌تونیم داشته باشیم که هم به نفع مردم و مملکت باشه و مقدار زیادی از هزینه‌های بسیار گزافتری که در نبود چنین گزینه‌ای، مثلا فرض کنید تهاجم نظامی و عواقبش و خیلی مشکلات دیگری که ایجاد خواهد کرد، که هزینه را هم برای مردم اون کشور هم برای جهان بالا خواهد برد، راه بهتری هست. به طوری که تا به حال سیاست جهان اگه توجه کرده باشین محدود بوده به سری از تحریم‌های اقتصادی برای فشار آوردن روی این رژیم، اون هم فقط با هدف اینکه تغییر رفتاری در این رژیم وجود بیاد. در صورتی که اگر نهایتاً به نتیجه برسید و فکر کنم اکثریت کشورجان به این نتیجه رسیدند که بودن این نظام اصل مشکل هست و به نوعی نظام باید از بین بره، متأسفانه توسط خود مردم کشور باید شکل بگیره اگه بخوایم مشروع باشه و قابل قبول، باید یه پارامتر حمایت مستقیم از جامعه هم در نظر بگیرن. در واقع میخوام بگم که تحریم اقتصادی به تنهایی ممکنه لازم باشه اما کافی نیست، نهایتا باید یه حمایت مستقیم هم پیش بیاد. سوال اون موقع پیش میاد برای این دولت که خب ما چگونه میتونیم چنین حمایت رو بکنیم؟ خب اگه وسیله باشه که امکان این ارتباط و اتصال رو فراهم بکنه، خب کارشون خیلی آسان‌تر میشه. شما فکر می‌کنید که این شورا اون کار رو خواهد کرد؟ قبلا شما در گفتگوهای انتقاد کردید از عملکرد باراک اوباما در قبال ایران، چه کارهایی فکر می‌کنید او باید می‌کرده که نکرده در 4 سال گذشته؟ خب اولا یه فرصتی بود که وقتی مردم ریختن تو خیابون بهش گفتن اوباما یا با اونا یا با ما، یه موزه بگیر، ما
متا انقدر آقای اوباما توجهش به این بود که هر نوع مذاکره رو با از رژیم به اصطلاح در نظر بگیره که هر نوع فکر دیگه رو از رو. یه فرصتی از دست رفت. حالا نمیگم که فرصت باز تکرار نمیشه. اتفاقا از یه لحاظی مشخص‌تر شد برای خیلی‌ها. چون فراموش نکنیم که با وجودی که جنبش سبز در اون زمان خب طبیعتاً یک ادعای مشخصی داشت که با اصلا رأی منکوب شروع شد، اما فکر کنم خواسته عمیق‌تر جامعه فقط این نبود که اعتراض به نتیجه انتخابات بکنه، بهانه‌ای بود برای ارائه یک خواست، یعنی در واقع ما مردم رو دریابید، خواست اصلی ما مردم رو دریابید. و به هر حال این باعث شد که فکر کنم امروز و اکنون که با شما صحبت میکنن، اگه حتی تا دیروز و حتی اون زمان بخش بزرگ از نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب که همچنان در قالب همین نظام و قوانینش دنبال راهکاری بودن، روز به روز تعدادشون داره کمتر میشه و روز به روز بیشتر میخوان یک نوع در واقع راه همکاری با اون گزینه که ارائه داریم میدیم داشته باشن، چون متوجه شدن که به هیچ وجه من الوجودی در قالب این نظام نمیشه به اون نتیجه دلخواه رسید. بسیاری از کسانی که به هر حال منتقد نظام ایران هستند میگن که نبود یک جایگزین دلیلی هست که تغییر خیلی دور به نظر میرسه یا ناممکن به نظر میرسه. فکر کنید این شورا همون جایگزین یا آلترناتیوی هست که دنبالش هستن؟ امیدوارم اینطور باشه. اصلا دلیلی که چند چیز رو من پیشنهاد میکنم دقیقاً به خاطر اینکه یک گزینه باشه در صحنه که به شکل ملموس چه برای مردم ایران و چه در سطح بین‌المللی نشون بده که راهی هست به غیر از رژیم. میکنم چه گروهایی به طور مشخص در این شورا هستن؟ چون به هر حال میدونیم مخالفان رژیم جمهوری اسلامی هم به هر حال در گروها و طیف های مختلفی هستن که خیلی با هم عقاید متضادی دارن. مانعی نداره، ما اینجا برای این نیستیم که بخوام از یک ایدئولوژی خاص پشتیبانی بکنیم. مهم فقط این هست که شما نوعی یا بنده نوعی که امروز اون حق رأی رو در ایران ندادیم بهش برسیم. اون موقع با رأی خودمون تعیین سرنوشت میکنیم. حالا اکثریت با کیست اون بحث دیگری است. اصلا صحبت اینجا نیست که بخوایم یک ایدئولوژی خاص یا یک نظام خاصی رو تبلیغ کنیم. مسئله طرح سوالی است که آیا این حق تعیین سرنوشت رو اکنون مردم ایران دارن؟ آیا حق اینو دارن که نمایندگان خودشون رو آزادانه انتخاب بکنن؟ آیا حق دارن قوانین خودشون رو وضع بکنن؟ نیست. اگه ما این مرحله رو طی نکنیم به مرحله بعدی نخواهیم رسید. در این مورد فکر نمی‌کنم اختلاف نظری باشه. و اما چه نیروهایی میتونن شرکت داشته باشن؟ پاسخ سوال خیلی ساده است. فراخوانی که تایید شده یه سری باورهای مشترک رو مطرح می‌کنه. هر نیروی، هر گروهی از هر جریان فکری باشه، اگه این اصول مشترک و باورمند باشه، میتونه امضا کننده این فراخوان باشه و بر مبنای اون شرکت کننده در این جنبش باشه.